فیلم مختار. ابن زبیر گفت چی؟ گفت چاقو رو تو آسنت میکنی، خنجر رو میری تو دلش، همونجا میکشیش میای بیرون. تو با اون خیکت تو میری تو دلش، اونم تو دل مختار میخواد بره. انصافا شما ببینید از این ابن زبیر و مختار که بیای بیرون دیگه هیچی این فیلم درد بخور نیست، اصلا بیمزده است. یه خودی علکی میپرن به هم، چاره ای ندارن. اما این دوتاش انصافا هر دوشون عالیان. مختار دیگه واقعا اعلایه، اصلا این هنرپیشه یکیست تو ایران. ولی ما خوب که نمیشناسیم، ما این که قدرشناس خوبا نیستیم. حالا اینجا گل کرده، صد تا فیلم دیگه هم بازی کرده، هیچ چیز تحویلش نگرفتم خیلی. مثلا این لهجه ببینید از خود اون مختاری که شما خبر دارید بهتر انصاف هست. ابن زبیر هم همینطور. آقا عرض کردم این ابن زبیر که میبینید انقدر شیاده، من پریشواد دیدم که آقا آیت الله فیروزآبادی شده، صاحب بیمارستان فیروزآبادی. آه قد ماشاءالله بلنده، سینه هم ستبره، عمامه مشکی بزرگ آیت اللهی آقا تو بیمارستان داشت نقش بازی میکرد. ولی یه طورایی خدا ما رو ببخشه، تمام این فیلم و سریال ها بر علیه ما داره حرکت میکنه، تمام دارن ما رو خراب میکنه. میخوام بگم آخوندا، نمیدونم حوزه ها، نمیدونم مؤمنین، اما اسم ما رو نمیارن ها، میگن قبلی ها اینطوری بودن. ولی آقا اینا با قبلی ها مشکل ندارن، با ما مشکل دارن. سابقا هم همینطور بود، زمان طاغوت آخوندها که منبر میرفتن لعنت بر معاویه، بود معاویه. بعد میومدن میگفت من منظورم شاه بودا، به مریداش. وقتی میگرفتنشون میگم نه من معاویه رو والله به حضرت عباس گفتم، من کاری به حضرت علی و حضرت همایونی ندارم، من رو چه به اون اصلا، استغفرالله. اینا هم آقا از الیاسش گرفته تا یوسفش گرفته تا خدایان آمونش گرفته تا مختارش گرفته نمیدونم تا بیخ، همش آقا یه جورایی دارن به ما گیر میدن. دستشون هم درد نکن، میگه خب بیشتر از این نمیتونم کار بکنم. لذا همش با زرنگی نمیشه، اولیاء خدا زرنگی نمیکنن. اولیاء خدا که میرن تو دل شیر اینطور میکنن که اینا موکل دارن، مدبر دارن، مخبر دارن، زمینه دارن، جهاد دارن، میان میگن، خودشون میرن پیدا میکنن. حالا این میبینید آقا تو دل شیرم میره، به قول ابن زبیر راستم میگه، میادم بیرون. اما این ابن زبیر نمیتونه بیاد بیرون، چه اصلا نمیتونه بره. ای آدم مشنگه، این کجا میخواد بره؟ آدم که اینقدر میخوره که دیگه نمیتونه کارا رو بکنه. اونایی که این چیزا رو دارن یه کارایی میکنن که این چیزا رو دارن. این که آقا چند تا سوگلی در خودش جمع کرده بعدم 64 میزنه، این از اونا نیست. لذا ما باید خیلی مواظب باشیم که شیاطین اجنه حالا وارد میشیم، کم کم یه جوری حسابی بترسیم. اینا تو جیب ما هستن، نه تو روح ما هستن، اینا تو مخچه ما نشستن. اگه دفعشون نکنی مثل شته‌ای که روی این درخته، این درخت رو ضعیف میکنه، میسوزونه، خشکش میکنه، میوه‌ش رو خراب میکنه، این شته آقا مخ ما رو نفته میکنن میخورن. ما باید شب و روز ضد عفونی بشیم. چجوری؟ ببینیم. اللهم صل علی